تمام کوفه پر از رد اشک های علی است. تمام کوفه پر از رد اشک های علی است و چاه ها که پر از ناله های پنهانند. هنوز خون سرش روی فرق محراب است و جمع قبله نشینان هنوز گریانند. هنوز کوفه و شهر مدینه می گرید و بین یک در و دیوار روزه می خوانند. سلام عرض ادب، احترام و تقدیم به یک یک شما ملت شریف افغانستان، مردمان خوب فارسی زبان، مؤمنان روزدار در هر کجایی که هستید، انشالله صحتمند و سلامت باشید. امروز روز 23 حمل 1402 مصادف با 21 رمضان است، سال روز شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام. امروز را خدمت همه شما عزیزان، همه شما شیعیان و نه تنها شیعیان، مسلمانان و نه تنها مسلمانان، خدمت تک تک انسانهای آزاده و آزادی خواه در سراسر جهان تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که عزیزان تا نهایت برنامه همراه ما باشید و از گفتگویی که ما با مهمان محترم امروز برنامه خانم شریفه علیزاده داریم استفاده بکنید. قبل از هر چیز اجازه بدین یک سلامی هم بایچان داشته باشیم. سلام علیکم خانم علیزاده، خوش اومدید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما خانم باینی جان و بینندگان خوب این برنامه. طاعات عباداتتون قبول حق باشه. انشاءالله هر جایی که هستین جور و صحتمند باشید. منم تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت مولا الموحدین حضرت امیر المومنین علیه السلام را خدمت همه شما خوبان. تشکر از شما خانم علیزاده. اما بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255 43 شما عزیزان فراموش نمیکنه، در اختیار شماست و همیشه 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون را برای ما روان بکنید. باسم تاکید میکنم ما بسیار خوشحال میشویم که نظرات شما عزیزان را دریافت میکنیم و قطعا در بهبود برنامه ها موثر خواهد بود. اما موضوعی که در روزهای چهارشنبه در خدمت کارشناس محترم خانم علیزاده روانشناس تربیتی از این موضوعات مختلف تربیتی است در پیرامون تربیت اطفال و ای که ما به عنوان پدر و مادر چگونه سعی کنیم تا اطفال خودمون را در بهترین وجه ممکن تربیت بکنیم، انشاءالله افراد صالحی را تقدیم جامعه بکنیم. اما خب بی مناسبت نیست که امروز موضوعی بررسی شود با توجه به سیره و شخصیت و زندگی امام علی علیه السلام و ای که خانم علیزاده بزرگوار، از زندگی امام علیه السلام ما چه درسی میگیریم برای که یک خانواده سالم داشته باشیم، بتونیم اولادهای درست تربیت بکنیم انشاءالله در این خانواده؟ بله، ائمه ما به طور کلی در همه زمینه ها الگوی ما هستن. بله، بهترین قطعا. الگو، بهترین اسوه و ما در رأس همه اونها حضرت علی علیه السلام رو داریم و با حضرت زهرا علیه السلام و زندگی خانواده ایشون رو برای ما خانواده ها، برای ما مادرها و پدرهایی که داریم اولاد تربیت میکنیم، قطعا بهترین اسوه و الگو برای زندگی خانوادگی ماست. بله. از هر جهت ائمه ما الگو هستند. با توجه به مناسبت امروز، ما دوست داریم که در زمینه خانواده و اون معاشرتی که در خانواده داریم میخواییم که صحبت کنیم، گپ بزنیم و از این الگو و این اسوه که برای ما شیعیان مخصوصا هست استفاده کنیم که چگونه است. خب انسان ذاتاً، خداوند حکمت الهی بر اون است که انسان رو طور آفریده که به طور ذاتی، به طور فطری خانم بینی جان، برای رسیدن به آرامش روانی، برای رسیدن به رشد و شکوفایی نیازمند تشکیل خانواده است. یعنی در سایه خانه و خانواده است که انسان اون امنیت روانی رو میگیره، اون آرامش روانی رو در خود ایجاد میکنه و به رشد و شکوفایی میرسه. پس همینجاست که اهمیت خانواده بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه، تشکیل خانواده، و به این میرسیم که خمیرمایه انسان و بنای جامعه انسانی در خانه و خانواده است. پس بنابراین اگر ما بخوایم یک جامعه انسانی سالم داشته باشیم، در درجه اول نیازمند یک خانواده
سالم هستیم. خب ما بهترین خانواده رو در اسلام داریم، بهترین الگو رو داریم، در چه در زمینه همسر بودن، چه در زمینه مادر و پدر بودن، و چه در زمینه فرزند بودن. بهترین اسوه رو ما داریم در زندگی مشترک حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا که سلام الله علیها، که بهترین اسوه و الگو میتونه برای ما باشه. خب میخواییم امروز خانم بیانی جان در مورد شاخصهای یک خانواده مطلوب، یک خانواده خوب از دیدگاه امام علی علیه السلام گپ بزنیم که چه رقم از دیدگاه امام علی یک خانواده میتونه این شاخصهای خوب و مطلوب را داشته باشه، که انشاءالله ما سعی کنیم که شاخصها را در زندگی خود پیاده کنیم. خب یکی از این شاخصها تقسیم کار هست در خانواده. ببینید به طور مثال وقتی ما یک چند نفری که با هم زندگی میکنیم، یک زندگی حالا بگیم که یک هم اتاقی یا که کنار هم زندگی میکنیم، برای که جمع انسانی ما هم چند نفر دوام پیدا کنه باید تقسیم کار باشه. اگر یک جمع دوستانه برای یک هفته، برای یک ماه، برای یک سال کنار هم زندگی کنه، ولی اگر تقسیم کار نباشه یک نفر هیچ مسئولیت قبول نکنه، یک نفر دیگه واسه کلی مسئولیت های بقیه رو قبول کنه انجام بده، خانه ها این جمع دوام پیدا نمیکنه، استوار نمیمانه. در خانه و زندگی هم همین رقم است خان با اینجان. وقتی در خانه و زندگی تقسیم کار نباشه، زن مسئولیت های مخصوص به خود انجام نده، مرد مسئولیت های مخصوص به خود انجام نده، این باعث میشه که زندگی دوام پیدا نکنه، این زندگی و آرامش واقعی را نداشته باشه. متاسفانه خب بعضی خانواده ما میبینیم که مردای ما کوتاهی میکنه، اهل کار نیست. خب این زن بیچاره میمونه که هم در خانه که او مسئولیت خانگی رو انجام بده و هم خودش دنبال یک درآمد است که چه رقمی زندگی رو خود تیر کنه، درسته یا نه؟ متاسفانه گاهی وقتها زنهای ما یا مردهای ما در زندگی اون مسئولیت واقعی خود انجام نمیده. خانم علیزاده شما تقسیم کار گفتید، من ذهن من به سمت کار خانه رفت، چون من خودم خانم هستم، بیشتر مصروفیتم کار خانه است، ذهنم به اون سمت رفت. پس منظور شما است که مرد هم کارهای بیرون خانه رو بر عهده بگیره و انجام بده، زن هم کارهای داخل خانه رو بر عهده؟ بله بله. خب ببینید ما در زندگی حضرت زهرا رو میبینیم که بعد از تشکیل زندگی روزی پیامبر میاد و به اونها پیشنهاد تقسیم کار رو میکنه که حضرت زهرا مسئولیت های داخل خانه رو قبول کنه و مسئولیت های بیرون از خانه بر دوش حضرت علی علیه سلام باشه، و اینا بسیار استقبال میکنه از این تقسیم کار، چرا که بر اساس و استعدادهای درونی و تکوینی خود فرد هست. پس بنابراین ما اصلا میتونیم الگو بگیریم که اون بر اساس اون استعدادها، بر اساس اون شخصیتها که داریم، هر کدوم از ما اون مسئولیتهای مخصوص به خوده بپذیریم و از عهده او براییم. ولی این کم نباشه که من از شما پرسان کنم، مثلا شاید پیدا شوه یک مردی که بگویه که من کار خانه رو بهتر انجام بدم، خب خانم مثلا تحصیلات داره، بله، کار بیرون از خانه رو انجام بده، چنین چیزی خب من رقم هم میتونه باشه که گاهی وقتا هست که خانه در مسئول، خانمی که در خانه مسئولیت خانه داره گاهی مریض میشه، گاهی ناتوان است، گاهی باردار است، گاهی مشکل داره. خب این رقم نباشه که مرد از اون خانه بگه خودش من مربوط نیست، این مسئولیت از من نیست، من نمیتونم نان پخته کنم، من نمیتونم تقسیم کار شده از قبل. خب تقسیم کار این رقم نباشه که چون حالا یک تقسیم کاری کرده و اصل همکاری و همیاری را فراموش کنه. باید وقتی که زن مشکلات مخصوص به خود داره، مثلا بارداری داره، مثلا کدام مصروفیتی داره بیرون از خانه، یک خانمی که تحصیل کرده است و یک مسئولیت خارج از خانه داره، یک کار خارج از خانه داره، این رقم نباشه که باز مرد از خانه جمع کاری نکنه، بگه من مسئولیت خود دارم، در خانه هیچ قرضی ندارم. باز برعکس از این میتونه باشه خان بیان جان، گاهی وقتا خب برای مرد که مسئولیت بیرون از خانه را داره، گاهی مشکلاتی داره، ناتوانی داره، سختی داره و میمونه واقعا چه رقم باشه. خب این رقم باز نقش زن پررنگ میشه که به او همکاری کنه، هم فکری کنه و او آرامش ده او ایجاد کنه که از پس مسئولیت های خود در بیرون از خانه خوب برایه. گاهی وقتا خب نظراتی که یک زن میده بسیار مؤثر است برای کار کرده او مرد در بیرون از خانواده. پس ما اصل تقسیم کار را در خانه و زندگی انشاءالله رعایت کنیم تا بتانیم این یک جمع خانوادگی ما استوار بمانه و خدایی نکرده که دوچار هرج و مرجی نشه. آها، پس تقسیم کار به این معناست که هر کس وظیفه که از اول ازدواج بر عهده خودش گرفته اما را مسئولیت پذیر باشه. بله، مسئولیت پذیر باشه، ولی اصل همکاری و همیاری را هم رعایت کنه. رقم نباشه، بله، که دیگه بگم هیچ کار ندارم، این مسئولیت من است و خلاص.
خب یک بر چیز دیگه ای باز یک از اصول دیگه ای که دیدگاه حضرت علی علیه السلام به عنوان یک شاخص خانواده مطلوب مطرح میشه اصل محبت است. خب محبت همطور که میدانید وقتی ما گپ از خانه و خانواده میزیم محبت کنار از او هست و هست، هر چی که از خانه و خانواده بگیم کم است، چون واقعا بسیار اهمیت داره و در خانه چیزی که باز بسیار اهمیت داره محبت است، که یک خانواده یک خانه که در اون محبت موج بزنه، آرامش باشه، اعتدال باشه، احترام باشه، قطعا وقت فرزندانی که تربیت میکنه رشد یافته، فرزندانی متعادل تربیت میکنه. خب ما این محبت را در خانه گلی حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام میبینیم که موج میزنه محبت، که حاصل این خانه و خانواده میشه فرزندانی چون حضرت امام حسن علیه السلام، حضرت امام حسین علیه السلام، که تا الان که هزاران سال گذشته باز انسان ها شیفته محبت و اخلاق و معرفت. میخوام بیشتر در مورد همین مسئله صحبت بکنیم، چون به صورت سنتی بین مردم ما یک رقمی جای افتاده که مردم سعی میکنه که خیلی محبت خودش رو به صورت مثلا به زبان جاری نکنه، به عمل سعی میکنه که نشان بده. مثلا خب مرد میگه من خرج خانه رو تامین میکنم، من محبت خود ابراز میکنم. شیوه های محبت یک مقدار متفاوت است از اون چیزی که ما در ذهن ما هست و تصور میکنیم. اما در مورد این صحبت بکنیم، اما بعد از یک میان برنامه ای که انشالله ببینیم. تشکر بینندگان عزیز و محترم، بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. وای بر قافله های بی قافله سالار، انان کاروان آیا زین پس به دست چه کسی خواهد افتاد؟ وای بر همه یتیمانی که جز علی پدری نمی شناختند، زین پس آیا چه کسی نان خرمایی برای ایشان خواهد آورد؟ وای بر همه چاهایی که زین پس غریب می شوند، خلیفه تنها و چاها تنها، عمری با هم از تنهایی بیرون می آمدند، زین پس خلیفه نیست، زین پس خلیفه نیست، پس چاها تنها ماندند. آیا چه کسی آتش آبها را آبی خواهد نشاند؟ طعم تلخ بی علی بودن را حتی امروز می توان چشید، طعمی که قرن هاست زاده می شود. اما دروازه های ماه را نگاه کنید که امشب چه گستردگی فراخی دارد، نگاه کنید که پیامبر چگونه پرشور به استقبال وسیع بزرگ خیش آمده است و خاتون بزرگ عرش نیز که دست در دست پدر انتظار می کشد. مهتاب رد پرواز مولا را مفروش کرده است. آری این علی علیه السلام است که پس از سالها دوباره در کنار فاطمه علیه السلام ایستاده است، آنچنان که به پاس دیدار دوباره پیامبر بزرگ را در آغوش مهر خیش می فشارد. یا رب دل مرده مرا احیا کن، بر روی گدای نیمه شب در وا کن، سوگند به قطره قطره خون علی پرونده اعمال مرا امضا کن. الهی آمین. دوستان بزرگواران، همچنان شما برنامه خودتان برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید، باز هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما. شهادت سال روز شهادت مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام را همچنان با گفتگوی خودمون ادامه میدهیم با کارشناس محترم خانم شریفه الزاده
روانشناس تربیتی. خانم علیزاده بزرگوار، بحث در باب یک مسئله بسیار مهم است، محبت کردن در خانواده. متاسفانه در بین برخی از خانواده های سنتی تر در کشور ما این رقم است که فکر میکنن، ببینید پدران خانواده فکر میکنن اگر محبت خود به اولادای خودشان نشان بدن، این باعث میشه که از شأنشان کاسته شود، شأن و شخصیت و مقامی که برای خودشان به عنوان یک پدر تصویر میکنن این در شان خودشان، در ذهن خودشان ایجاب نمیکنه که محبت خود به اولاد خود نشان بدن. در این زمینه شما به عنوان یک روانشناس چه دارید؟ خواهش میکنم. ببینین، ابراز علاقه و محبت از خود روش داره، خب، و این روش ها تحت تاثیر فرهنگ یک جامعه است. در جامعه ما که یک جامعه سنتی است و معمولا سبک زندگی یک سبک زندگی سنتی هست، معمولا ابراز علاقه و محبت را کتمان میکنه و فکر میکنه که یک مرد که ابراز علاقه کنه، مخصوصا در جامعه مردای ما، فکر میکنه کدام کسر شأن برای او ایجاد میشونه و فکر میکنه که با محبت کردن کمی خرد میشه یا اینکه اولادها یا همسر بر او چیره میشه و این باعث میشه که جلوی ابراز محبت خود بگیره. دلیل خود بسیار دوست داره ولی به زبان نمیاره، در حالی که بسیار بله. یک تفکر غلطی هست که نه ریشه دینی داره، نه ریشه روانشناسی داره، نه ریشه فرهنگی داره. یک سری تعصبات خاص سنتی است که متاسفانه در جامعه ما چیره گشته و ما سعی کنیم باید این روش رو عوض کنیم، سعی کنیم این فرهنگ رو عوض کنیم، چرا که واقعا تیشه میزنه به ریشه خانواده. ببینین، خانواده از محبت مثل یک آبی میمانه که به ریشه خانواده باید باشه، باید جاری باشه. اگر این آب را ما دریغ کنیم از ریشه خانواده، خشک میشه خانواده. فرزندان ما که میوه و ثمره خانواده است، خشک میشه از محبت. پس انتظار نداشته باشیم که ما فرزندانی را تربیت کنیم که به ما محبت کنن، چرا که محبت را ندیدن، یاد نگرفتن. متاسفانه گاهی وقتا حتی که پیش اولادا که میشه بله. میزن مرد میخوای ابراز محبت کنم، میگه نه هیچ، نگو اینجا اولادا است، چیز است، شرم شو. خب این اشتباه است، باید اولاد ما یاد بگیره فردای اولاد، یعنی پدر و مادر به همدیگه هم محبت بله، محبت کنن، ابراز کنن. الان چرا چشم اولادها، چرا که دختر من فردا میخوای مادر شوه، پسر من فردا میخوای پدر یک خانواده شوه. اگر در این خانواده یاد نگیره، انتظار نداشته باشیم که یک خانواده ای را با مهر و محبتی را تشکیل بده. و از طرف دیگر اگر اولادای من محبت نبینه، باعث میشه که یک اولادهای خشک و بیروحی باشه، چرا که محبت دیدن را یاد نگرفته. و به محض اینکه در بیرون از خانواده کوچکترین محبت بله. و این آسیب های روانی و اجتماعی که در اجتماع باز ایجاد میشه سر همزی اولادا، بسیار متاسفانه مخربه، چرا که وقتی دختر ما میره در جامعه و یک ابراز محبتی رو از یک کسی دیگه رو میبینه، میل پیدا میکنه به اوسم. چرا؟ چون تشنه محبت. انسان ذاتا تشنه محبته، مخصوصا جنس زن تشنه محبته بله. اگر مرد خانواده این محبت دریغ کنه از همسر خود، از دختر خود، انتظار نداشته باشه در جامعه او از آسیبه که در جامعه، آسیبهای روانی جامعه مسون باشه. متاسفانه خانم علیزاده، یک رقم شده که ما چون بالاخره به صورت سنتی بسیاری از مردم ما وقتی که ازدواج میکنن، عموما در خانه پدر و مادر بچه زندگی میکنن تا یک چند سالی که باز به یک خانه مستقل برن، این پدر و مادر نگاه های بسیار بسیار سنتی و قدیمی دارن. این بچه جرئت نمیکنه که به خانم خودش محبت کنه، چون ممکنه که پدر و مادرش احساس کنه که مرا تحقیر بکنن، با مرا ریشخند کنن، با من خنده کنن، احساس بدی برش دست میده. متاسفانه ای چی بگویم که پدر و مادر متعلق به نسل قدیم هستن، تغییر نمی کنن. این بچه و دختر است که باید سعی کنن که زندگی خود به همون سبکی که صلاح هست پیش ببرن. پدر کلانهای ما، مادر کلانهای ما که انشاءالله بیننده ای برنامه باشن، باید متوجه باشن که یک زوج که تشکیل خانواده زندگی میده و نیازمند محبت به یکدیگر هست، و اگر این محبت در خانه ابراز نشه، در کجا ابراز شوه؟ از کجا این محبت رو پیدا کنه؟ توی که پدر کلان و مادر کلان هستی، باید تشویق کنی که بچه من
دختر من، محبت خود از همسر خود دریغ نکن، چرا که اگر اونها دریغ نکنن فردا یک فرزندانی رو که تربیت میکنن فرزندانی سالم خواهد بود، اگر دریغ کنن فرزندانی سرکش، فرزندانی عقده‌ای، فرزندانی که دچار افسردگی هستن، فرزندانی که تشنه محبت هستن و متاسفانه در کوچه و بازار محبتی رو که پیدا میکنن برای خلاف ممکنه کشیده شود. نگرانی هستند مثلا اینجاست. دختر نوجوان از ما به هزار و یک راه خلاف کشیده نشده، راه پیدا میکنن ایست که مثلا راه مکتب بله، بند کنن بله. یا راه حضور اجتماعی را بند کنن، راهش این نیست بله. اگر او دختر سیراب محبت باشه در یک خانواده سالم زندگی کنه بله. او هزار هزار هم که رابطه اجتماعی داشته باشه، در خارج از خانه باشه، شب و روز را در بیرون از خانه باشه، باز هم هیچ پناهی بهتر از خانه برای او پیدا بله. نمیشه او یافت نمیشه. متاسفانه ما مشکل رو از ریشه حل نمیکنیم، نمیفهمیم که مشکل از کجا هست، میریم سر شاخه ها رو میزنیم که یا او را مکتب نمیمانیم بره، یا کدام کاری نمیمانیم بکنه که دختر ما نکنه که گمراه شود. در حالی اگر ما برگردیم به ریشه و اساس مشکل از خانه و خانواده است، از ندیدن محبت است بله. از کمبود محبت است که باعث میشه یک تعادل شخصیتی پیدا نکنه. پس بنابر این ما گفتیم که چه اللحاظ مذهبی، خب ما الگویی بهتر از حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام که نداریم دیگه. به هر حال در زندگی خانوادگی که بهترین همسر و بهترین مادر هستن رو ما میبینیم. وقتی که حضرت علی علیه السلام در زمینه ابراز محبت میفرماید که وقتی که من به چهره زهرا نگاه میکنم هر گونه غم و اندوه از من دور می شود. پس ما از همین باید الگو بگیریم. فقط این نیست که ما در مصیبت ها گریه کنیم و یا علی بگوییم، در غم و اندوه ها و مشکلات یا زهرا بگوییم. در کنار همه اینها در زندگی شخصی خود، در زندگی خانوادگی خود، در تربیت اولاد خود ما باید این الگوها رو پیاده کنیم. شیعه علی بودن بله. فقط به حرف و در واقع نمیشه بله. در حرف نیست، در گریان کردن نیست، در فقط در روزه بله. گریان بله. کردن نیست، بلکه ما در زندگی خود باید این الگو رو پیاده کنیم. وقتی ما زندگی حضرت علی و حضرت زهرا رو مطالعه میکنیم که چگونه محبت میکنن که فرزندانی رو، چون فرزندانی رو تربیت کردن، پس ما سعی کنیم که محبت را که بر اساس اون ارزش‌های اسلامی و دینی ما هست از اولاد خود، از همسر خود دریغ نکنیم. ولی اون که با ارزش‌های سنتی جامعه بله. ما مغایر باشه، باید باید با ارزش‌های نادرست مقابله کنیم. چیزی نیست که هر چیزی که این ارزش‌های سنتی که در ما نسل به نسل مونده که همش صحیح نیست. ما باید تغییر بدیم این نگرش‌ها رو، ما این روش‌ها رو این نسل ما باید تغییر بده، باید عوض کنه و جایگزین کنه با ارزش‌های درست اسلامی. بله خانم زاده، چیزی که بی ربط به مسئله محبت کردن در خانواده نیست، متاسفانه در برخی از خانواده‌های سنتی ممکنه یافت شود، در برخی از جایها ایست که نه تنها محبت نمیکنه خانم علیزاده، که تحقیر میکنه. من نمیفهمم که چه رسم و روش و شیوه و منش است که سعی میکنه مثلا پدر مادر رو تحقیر کنه، پدر مادر اولادها را تحقیر میکنن و اونا را خار میشمارن، با عنوان یک شخصیت محترم با او برخورد نمیکنن. بیویژه همسر زوج شوهر در برابر خانواده خودش سعی میکنه خانم خود را تحقیر کنه، از این لحاظ احساس بزرگمنشی و بزرگی در برابر پدر مادر خود کنه و باز اولادها که دیگه هیچی در این زمینه چی داره. خب من خدمت همه پدری که زن خود خرد میکنه، تحقیر میکنه، ما بین فامیل خود، من خدمت همی عرض کنم، یک زن تحقیر شده، یک زنی که مورد حقارت قرار گرفته، اعتماد به نفسش از بین رفته، انتظار نداشته باش که اولاد صحیح تربیت کنه، انتظار نداشته باش که یک اولاد تربیت کنه که اعتماد به نفس داشته باشه، یک اولاد تربیت کنه که سلامت روحی و روانی داشته باشه. چرا که زمانی که مادر سرخورده شده، افسرده شده، کمبود محبت رو کشیده باشه، نمیتونه یک فرزند سالم تربیت کنه. پس اگر دلت به مادری خانواده نمیسوزه، به همسری خانواده نمیسوزه، به اولادهای خود بسوزه. که یک نسلی که 6 اولاد، 7 اولاد بچون در خانواده ای هست، یک نسلی که تو تربیت میکنی، 7 اولاد تحویل جامعه میدی، چه رقم اولادها؟ اگر مادر درست شما بتونید تغذیه روحی روانی کنی، تغذیه محبت کنی و طعم شیرین زندگی را به او بچشانی و او زن کنار تو آرامش روانی پیدا کنه، قطعا وقتی که زن آرامش روانی داشته باشه، حتی در شیر دادنش تاثیر داره خانم بیانی جان.
وقتی طفل در بغل مادر است، مادر آرامش روانی داره، همون آرامش روانی حتی با شیر دادن هم وارد روح و روان نوزاد میشه. تا یک مادری که خشم داره، تنفر داره، مشکل داره، تحقیر شده، قطعا وقتی نوزادی را، طفلی را که شیر میده، او آرامش روانی را نداره. و همین رقم هست که به او منتقل میشه و متاسفانه این رقم نسل در نسل چرخه ادامه پیدا میکنه. پس همین است که ما میگیم اگر میخواهیم یک جامعه سالم داشته باشیم، روی خانواده کار کنیم، خانواده سالم داشته باشیم، و سنگ بنای خانواده که تربیت کننده هست دامان مادر است. و مادر تا زمانی که تغذیه روحی روانی محبت نبینه از شوهر، او آرامش را نداره. پس برمیگرده همه ای اصلا به محبت. پس سعی کنیم که اگر این سنت ها در خانواده ما حاکم است، اگر این سنت ها بین پدرها و مادر کلان های ما حاکم است، این سنت ها را باید تغییر داد. این سنت ها آسیب زاست. این سنت ها متاسفانه به اولاد های ما، به روح و روان ما آسیب میزنه. پس من یک آگاهی دارم، شاید پدر کلان ما، مادر کلان ما آگاهی نداشتن. نه. خب من یک آگاهی پیدا کردیم و میفهمم که اولاد ما، همسر من نیازمند محبت است. سعی کنیم که پدر و مادر خود را توجیه کنیم. پدر جان، مادر جان، زندگی امروز میطلبه. باید من ابراز محبت به دختر خود نشان بدم. باید به همسر خود نشان بدم. برای که اولادهای ما در ایمان باشه. برای اینکه اولادهای ما آرامش روانی را در خانه پیدا کنه. اگر خدای نکرده در خانه آرامش روانی نباشه، اولاد ما در بیرون از خانواده دنبال آرامش میگرده. و قطعا در بیرون خانواده گرگ هایی در کمین است که اولاد ما را بیخواب. خب آن وقت است که مشکل برای دختر ما ایجاد میشه، که وقتی کلان شد برای پسر ما ایجاد میشه. وقت ما در سر خود میزنیم چرا این رقم شد؟ از کجا این رقم شد؟ چرا دختر ما که من مشکلی نداشتم، نانش تیار، آبش تیار، چی شد که این مشکل برای او ایجاد شد؟ مشکل اخلاقی ایجاد شد. چی شد پسر من این مشکل اخلاقی رو ایجاد کردم؟ در حالی که اگر بیایم ریشه یابی کنیم، همه اینها برمیگرده به همین محبت و ابراز علاقه ای که من انسان بر اساس اون سنت های غلطی که در جامعه ما رواج داره، من ابراز علاقه را دریغ کردم از اولاد خود، من محبت را دریغ کردم از همسر خود، و این میشه نتیجهش متاسفانه که دچار آسیب های اجتماعی میشه. چرا که قرنی که ما زندگی میکنیم، عصری که ما زندگی میکنیم، با عصر پدر کلان و مادر کلان ما بسیار تفاوت داره. و عصر اینترنت است، عصر فضای مجازی است، عصر تکنولوژی و اطلاعات است. ما را نمیتونیم با عصر پدر کلان ها و مادر کلان های خود مقایسه کنیم. شاید علمشون کم بود، شاید نمیفهمیدن که چه رقم زندگی کنن، اما در این زمان که به قول شما عصر اینترنت است، دسترسی داریم به منابع، میتونیم به راحتی یک سرچ اینترنتی انجام بدیم، گوگل کنیم، به منابع دینی، توصیه ها، روایات که از ائمه ما به دست ما رسیده، یا توصیه های روانشناسی که روانشناسان میکنن، روانشناسان خانواده و تربیت این توصیه ها رو میکنن، دسترسی پیدا بکنیم، انشالله یک خانواده ای داشته باشیم که وقتی اولاد به خانه می احساس راحتی بکنه، احساس خوشی بکنه، نه اینکه دوان دوان برم به خانه که آرامش پیدا کنم، نه اینکه برم به خانه با سرزنش بشنوم. بله، درست است. خب بینندگان عزیز، یک میان برنامه رو ببینیم و بعد از باز در خدمت شما خواهیم بود. مولا مدام به آسمان نگاه می کرد و می فرمود آری همین امشب است، شبی که حبیبم رسول خدا وعده داده بود. زیر لب دعا می کرد خدایا مرگم را مبارک گردان، انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عزم سفر دارد علی، سفری که سالها پیش در بدر و احد آرزویش را داشت. دلش هوای فاطمه دارد، سخت دلتنگ رسول الله است. باز هم به آسمان نگاه می کند، ای طلوع فجر، از روزی که علی به دنیا آمده نشده تو بیدار باشی و چشمان علی در خواب. اما این شب آخرین شبیست
که چشم علی را بیدار می‌یابد. فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفتن انگیخت. مهراب در انتظار علی است، به مسجد می‌رسد، اذان می‌گوید و خفتگان را بیدار می‌کند. ابن ملجم در میان آنهاست. اندکی بعد فریادی محراب کوفه را پر می کند. فزت و رب الکعبه، پشت دین می شکند، زمین آسمان بیتاب می شود، ندایی بلند می شود، به خدا سوگند ارکان هدایت فرو ریخت و نشانه ها و علم های پرهیزگاری سرنگون گشت و ریسمان محکم الهی گسست. صلی الله علی یا امیر المؤمنین. سلام مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم. باز هم تسلیت میگویم خدمت شما عزیزان. سال روز شهادت امام علی علیه السلام را همچنان بیننده برنامه خودتان، برنامه روشناس تلویزیون جهانی هادی هستید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم علیزاده، روانشناس تربیتی. خانم علیزاده، شما در مورد برخی از اصولی صحبت میکنید که با الگوگیری از زندگی خانواده امام علی علیه السلام و حضرت زهرا ما میتونیم که یاد بگیریم و انشاءالله در زندگی خودمان هم پیاده بکنیم. انشاءالله. یکی دیگر از شاخص های خانواده مطلوب در نگاه حضرت علی علیه السلام پایبندی به تعهدات دینی و اخلاقی است. بله. خب وقتی که یک زن و مردی تشکیل زندگی میدن، باید به اصول و ارزش های اخلاقی پایبندی داشته باشن. این رقم نباشه که هر کس بگه من فکر خود و رای خود باشه. پس بنابراین همین اصل ایجاب میکنه که ما برای تشکیل زندگی خود به همون اصلی که اسلام بسیار اشاره کرده همکوف بودن توجه کنیم. وقتی که دختر و پسر وارد یک زندگی مشترک میشه، خانم با اینجون اللحاظ این مهم، فقط اللحاظ ظاهری و زندگی اجتماعی و زندگی ظاهری و شخصی همکوف بودن مهم نیست. اون چیزی که مهمه در اصل همکوف بودن اللحاظ ارزش های اخلاقی و مذهبی است. چرا که بالاخره این ظواهر زندگی ساخته میشه، کم یا زیاد بالاخره جور میشه در طول زندگی، اما اون ارزش های اخلاقی و اون تعهدات مذهبی که انسان ها داره این سالها طول میکشه تا ساخته شده. اگر خانواده سنتی ملت ما معمولا وقتی که ازدواج میکنه تصوری است که خب ما این دختر که در خانه خود میریم تغییر میدیم، حتی به خانم دختر تغییر میدن به همین امید که کاملا این دختر کامل شخصیت رو تغییر بده. شخصیتش تغییر بده شده نیست؟ ببینین، ما شاید ظاهر یک نفر تغییر بدیم، کالای رو تغییر بدیم، خب نام رو تغییر بدیم، بچوم زندگی اسباب اساسی زندگی رو تغییر بدیم، ولی ذهن یک انسان رو که نمیتونیم تغییر، اون تعهد و اون شخصیت یک فرد رو که نمیتونیم تغییر بدیم. فردی که در یک خانواده متولد شده و با اون روش مخصوص به خود، به اون سنت که در اون خانواده بوده، به اون سبک تربیتی که در اون خانواده بوده رشد پیدا کرده و جوان شده، این رقم نیست ما حال بیایم وارد زندگی شخصی خود بکنیم و نگرش از اون رو تغییر بدم، تربیت از اون رو تغییر بدم. اون شکل پیدا کرده، پخته شده. خب اگر یک خانواده این رقم بگویه که خب ما دختری که برای بچه خودمون میگیریم این رو بسیار خرد میگیریم که کاملا قابل تربیت و تغییر باشه در اون، بله خرد در حدی باشه که از سن تربیت از او هنوز نگذشته باشه، نه جوان باشه، کوچیک بخورد باشه، ولی باز هم رابطه او رو با خانواده او که نمیتونیم قطع کنیم. خانواده هرچی که در خانه ما کلون شوه باز هم ارتباط داره با زندگی شخصی و مادری خود، با فرهنگ خانواده خود در ارتباط هست. طور نمیتوانیم که کل گزو رو قطع کنیم و بگیم که ما تربیت کنیم از اول بسازیم، این رقم نیست. پس بنابراین
از همون اول دقت کنیم در انتخاب خود. وقتی که همسری را برای اولاد خود انتخاب بکنیم، هم کوف خانواده ما باشه، هم در لحاظ تعهدات مذهبی، تعهدات اخلاقی به هم نزدیک باشیم، چرا که مشکلات بعد از اون کمتر خواهد بود. وقتی که دو خانواده‌ای که به تعهدات اخلاقی و ارزش‌های مذهبی در اون پررنگن کنار هم زندگی کنن، خب این زوج مشکل کمتری داره نسبت به خانواده‌ای که یک نفر تعهدات مذهبی بسیار کم رنگ داره، یک نفر بسیار پررنگ است. خب وقتی این دو تشکیل زندگی میدن، خانواده‌ها دچار مشکلاتی را میشن و سالها باید کنار هم این مشکلات باشه رنج تا کم کم رنج بکشه تا هموار شن اولاد به دنیا بیایه یا مثلا بر اثر گذر زمان کم 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 بگذره، ولی مشکلات خوده داره. پس بنابراین اصل همکوف بودن را ما باید رعایت کنیم، نه تنها در اینو. ما متاسفانه بسیار از خانواده در این ظواهر زندگی بسیار مسنجه که ظواهر زندگی و نوع زندگی به هم نزدیک باشه، که مهمتر از او اون تعهدات ارزش های اخلاقی است که ما باید پیگیر باشیم که آیا این دختر اللحاظ اخلاق، اللحاظ معرفت، اللحاظ مذهب آیا به ما نزدیک هست یا نه، آیا پدر یا هم پسری که میاد به خواستگاری دختر ما، آیا این پسر اللحاظ تعهدات اخلاقی و مذهبی سنخیت داره با دختر ما یا نه. این بسیار باید مورد توجه قرار بگیریم که انشالله از همون ابتدا سنگ بنای خانواده درست چیده شود. خانم علیزاده، مسئله که ایجاد میشه ایست که خب شما چند اصل معرفی کردید. اصل قبل اصل محبت کردن بود و فرمودید که بسیار بسیار اصل مهم است. بسیار از جوان ها به ویژه اگر که رابطه ای که با هم ایجاد میکنن رابطه عاشقانه باشه و به اصطلاح عاشق هم شده باشن، میخواین که ازدواج کنن با هم، خب شاید بگوین که خب ما این هم کوف بودن از سنخیت داشتن به ویژه از لحاظ مذهبی، از لحاظ فکری، عقیدتی و دیگه چیزها را خب در نظر نگیریم، در عوض محبت میکنیم با هم و جبران میکنیم این مسئله را. آیا شده نیست؟ در زندگی های امروز بسیار همین نکته قابل اهمیت است و بسیار هم زیاد دیده میشه که بسیار از خانواده ها که بسیار سنخیت فرهنگی، مذهبی، اعتقادی ندارن و تنها پسر و دختر بر اساس علاقه قلبی که به هم نزدیک هست را ازدواج را شروع میکنن و تشکیل زندگی میدن. خب ما خدمتی رقم جوان ها عرض کنیم که ببینید خود علاقه بیش از حد یا همون عشقی که تعبیر میشه باعث میشه که ما عقل کمتر کار کنه و ما فقط با دل خود تصمیم میگیریم. خب تصمیم قلبی گاهی پشیمانی داره، اما تصمیمی که بر اساس عقل و اندیشه باشه پشیمانی کمتری داره. خب این رقم نیست ما صد به صد بگیم که کلگی زندگی هایی که بر اساس عشق و محبت و علاقه شخصی ایجاد میشه کلگی اینا مشکل دار خواهد بود، چرا که خود همون عشق و علاقه و محبت باعث میشه که کم کم ما ارزش های همدیگر رو بپذیریم و یا به طوری در زندگی حل شویم کنار همدیگر. دو خانواده، یک پسر و دختر را ما مثال میزنیم که از دو طبقه متفاوت که با همدیگر تفاوت اخلاقی و مذهبی دارن، خب کنار هم زندگی را شروع میکنن و ممکنه اینا اینقدر به هم علاقه داشته باشن که بر اساس همین علاقه هم رنگ میشن، سعی میکنن ارزش های همدیگر را بپذیرن، سعی میکنن که هر کدام کمی از اون ارزش های یکدیگر را بپذیرن تا زندگی یک رنگ شود. اما گاهی وقتا همین علاقه و همین محبت و همین تفاوت ارزش ها باعث میشه مشکلات در زندگی اونها ایجاد شود. تفاوت ارزش شاید حتی باعث شود که محبت کم رنگ شود. محبت کم رنگ شود، چرا که پیوند دو نفر پیوند دو نفر تکی نیست در زندگی خانواده. پیوند دو خانواده و دو فامیل. بله دو خانواده است، پیوند دو فامیل است، پیوند دو فرهنگ است. این رقم نیست که ما بگیم امی دختر پسر که جور باشه دیگه خلاص، در حالی که ما نمیتونیم ریشه ارتباطی خانواده رو که نمیتونیم قطع کنیم. بله. ما نمیتونیم که رفت آمد های فامیل رو قطع کنیم. پس بنابراین این دختر و پسری که لحاظ سنخیت های اخلاقی ورزشی بسیار از همدیگر دور باشن، متاسفانه همینا میتونن برای زندگیشون آسیب ها و مشکلات جدی را وارد کنن. بله خانم نبس... علیزاده مزد میخوام در حدود یک دقیقه فرصت داریم، متاسفانه وقت برنامه بله خب این رایی پس بنابراین باز برمیگردیم به هم. بله. اصل همکوف بودن که بسیار ما سعی کنیم که در زندگی خود پیاده کنیم که لحاظ اخلاقی و ارزشی هم سعی کنیم همسد باشیم. خلاصه ای بحث و گفتگوهایی که خدمت شما همین رو عرض کنم که از دیدگاه اسلام زندگی خانه و خانواده نه بر اساس زن سالاری، نه بر اساس مرد سالاری و نه بر اساس فرزند سالاری است، که بلکه بر محور منطق، اعتدال
و عدالت و در سایه محبت و صمیمیت و ایثار بنا شده. زندگی مشترک بدون ایثار، بدون صمیمیت، بدون محبت پایدار نیست و شروع زندگی هم انشاءالله بر اساس منطق باشه بسیار استوارتر هست. انشاءالله بله. بسیار تشکر از شما خانم علیزاده بزرگوار، بسیار استفاده کردیم مثل همیشه، بسیار عالی. و همچنان تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان، برنامه روشنا از تلویزیون جهانی هادی بودید. عزیزان و بزرگواران، برنامه ها در سایت تلویزیون جهانی هادی هم موجود است، همچنان از طریق فضای مجازی آپارات و یوتیوب هم میتونید برنامه ها را دنبال بکنید. انشاءالله اگر نظراتی دارید برای بهبود برنامه، اگر موضوع خاصی است که به نظر شما مفید است که در برنامه مطرح شود، حتما با ما به اشتراک بگذارید از طریق شماره تماسی مثبت 964-780-255-413. ما را بسیار خوشحال میکنید وقتی که نظرات خودتون را با ما به اشتراک میگذارید. اما بینندگان عزیز و محترم، برای شما آرزوی بهترین ها را داریم. ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. با امرای کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.